دوربینی که اینجا میبینید یه دوربین دید در شبه و قیمتش 260 یورو. خیلی راحت به گوشی وصل میشه. حالا بریم آنباکسینگش کنیم. من برای گوشی خودم مدل آیفونش رو گرفتم. اینم از دوربین دید در شبمون. این خیلی راحت وصل میشه به گوشی آیفون و از همین الان به بعد من یه دوربین دید در شب دارم. اپلیکیشن مخصوصش اسمش توپلن. وارد این اپلیکیشن که میشیم میبینید که یه دوربین دید در شب کاملا خفن داریم. یعنی این در حدی پیشرفت کرده که من یه دوربین خیلی کوچیکو که دید در شب میتونم به گوشیم وصل کنم. این دوربین حتی جوریه که دمارم بهتون میگه. الان من دوربین گرفتم به سمت آینه داره بهم میگه که دما 22 درجه و 7ه. دوربین الان میگیرم روی دستم دما 32 و 9ه. تقریبا بین 32 تا 33 هستش یه جوری. حتی دمام دقیقاً بهمون میگه و این مخصوص خونه‌ایه که لولش یه نشتی داره یا گرما از خونه میره بیرون. خیلی قشنگ با این دوربین ببینید که کجای اون خونه مثلا عایق نیست و از کجا داره گرما خارج میشه. این یه دستگاه دماسنجه مخصوص بدن انسانه. حالا ما اینو میذاریم روی کف دستمون، دکمه استارت رو میزنیم، دمای کف دست من 36 درجه است و الان دوربین گرمایشی رو برمیداریم و از کف دستم ویدیو میگیرم. خوام ببینم که سایز مناسبش چقدره. داره بهمون میگه که 32.5 100% دقیق نیستش، تقریبا 4-5 درجه اختلاف داره، ولی به نظر من برای یه دوربینی که کوچیکه و تو جیبتون جا میشه و همه جا میتونید ببرید آپشن خیلی مناسبیه. ولی اینم در نظر بگیریم که تقریبا 4-5 درجه تفاوت داره. ما الان توی پذیرایی خونه من هستیم، چراغم خاموش کردم. خودتون ببینید الان اینجا مبل خونمه. ارمان تو اینجا نشسته بودی بچا، جای مادرش معلومه. ببینید حالا بریم از پنکه فیلم بگیریم. داخلش گرمه، آره دست بهش میذارم یه ذره گرمه چون که موتورش اینجاست. اوه تلویزیون رو ببین که داره بهمون میگه که تلویزیون 28 درجه است. بریم سراغ لوح یوتیوب. بخته لوح یوتیوب رو کاملا معمولی داره بهمون نشون میده. ببینید آقا اینجا ما هلیو رو داریم. نگاه کنید ببین بدن یک انسانو چجوری داره نشون میده. قسمتایی که لباس تنته یه ذره مشکی ترن، قسمتایی که صورتت و لباس نداری پوستت خیلی نورانیه چون که دمای بدن خب خیلی زیاده. جاپات معلومه. روبرو جان من روبرو بچه جاپاش معلومه. ببینید با دوربین معمولی نگاه کنید چجوریه، اصلا قالیه. ولی الان راه برو با دوربین حرارتی جاپات معلومه. حرارتت به زمین وارد میشه، رد پا میذاری. اومدم که همه شما رو بخورم. یه اینه بخور. قیافه آرمان رو ببینید، دماغ چقدر قرمزه. دماغ که اینجوری فشار میدی خب گرم میشه دیگه چون استکاک داره. اصلا فکرش نمیکردم که یه دوربین حرارتی به این کوچیکی که برای گوشی اینقدر خفن باشه. بچه‌ها بیاید بریم از بلا فیلم بگیریم. الان میترسم. ببین ترسید. بیا عزیزم، بیا قربونت برم عزیز دلم. وای ببین حرارتش چقدره. جدی؟ جنگ تو سرویس کردن که گوگلی چرا اینقدر حرارتت بالاست. اینجا اتاق خوابه و چراغم الان تقریبا چند ساعتی است که روشنه. نور که روشنه اینجوریه. حالا من نور خاموش میکنم. ببین همچنان گرمه، میبینی؟ بچه نور خاموشه ولی هنوز گرم، اصلا هیچ تفاوتی نمیبینم. نگاه کن الان روشنه، الان خاموشه. این پایین یه دستگاه که حالت آبشار داره، آب از این پایین میکشه میبره داخل دوباره خارج میکنه. دمای آبش خیلی سرده. حالا دوربین حرارتی رو میگیریم روش، ببین چجوریه. دمای آب الان داره بهمون میگه که 23 درجه است، خود دستگاه 25، زمینم 25. آب که سرده میبینی آبی نشون میده. آداپترش هم خودش خیلی گرمه، قرمز قرمز شده. لامپ LED میزم کاملا قرمزه، USB پورت هم قرمزه، مانیتور پایینش یه ذره قرمزه، پایینش خودش گرمه. این دمایی که نشون داده کاملا درسته. کیس کامپیوتر رو ببینید، این که الان دوربینم تو شارژه، خود کیس کامپیوتر هم وای این قسمتاش سرده ولی خود کیس کامپیوتر هم گرمه. اونجا هم پریز برق دیگه. مثلا این مانیتور خاموشه که مثلا دماش الان معمولیه ولی این مانیتور که روشنه قرمز شده. اصلا من اگه خاموشم بکنم فکر کنم همینجوری باشه. ببینید الان خاموش میشه، آه خاموشه ولی دماش همینجوری موند. آره میدونین دوربین مخصوصه چیه؟ شکار در شهر. اگه گفتی کجا؟ قبرستون. وجه دوربین مخصوص قبرستونه. با هم بریم قبرستون ببینیم که چیا میبینیم. ماشین منو ببینید که دوربین حرارتی ماشین منو چجوری نشون میده. قیافش اینجوریه. بله آقا، از اینجایی که این ماشین برقیه، این کاپوتش گرم نیست و همیشه سرده. سپر جلوش گرمتر از کاپوته و اینم از داخل ماشین. تنها چیزی که الان من میبینم خیلی گرمه یه دونه دوربینمه. این دوربینمو میشه برداری؟ گرمه چون باهاش ویدیو گرفتیم، گرم شده. با دوربین حرارتی توی قبرستون نرفتم، ولی یه ویدیو دیده بودم که پسر یوتیوبر رفته بود توی قبرستون، به قول خودش جن دیده بود. بازم یه ذره استرابم دارم. تو نمیترسی خداییش؟ ببینیم که مسلما ترس داره ولی سعی میکنیم باشون ارتباط بگیریم. به نظر چیزی میبینیم الان با دوربین حرارتی؟ احتمال بدم.
من خودم حس میزنم هیچی نمیدونم بچه اینا همش مال فیلماست. آلمان شب که میشه انگار الان ساعت 9 نیم شبه. از بس خلوته که از قبرستون هم ترسناک تره. ما رسیدیم نزدیک این قبرستونی که می‌خواستیم بریم. حالا ماشین رو دوباره برای زدن رانندگی ببینید. کاپوت جلوش همون جایی که گفتم چون که انجین نداره کاملا سرده. لاستیکای این ماشین گرمتر از همه جای ماشین هستن. این لاستیکاش گرم گرمه. اینم به خاطر اصطکاکیه که روی زمین ایجاد میکنه. شنیدید که میگن درختام زندن، درختام زندگی میکنن؟ خودتون بیاد ببینید. اینم از یه درخت. ببینید؟ قشنگ معلومه. گرم گرمه. شاخ و برگاشو ببینید چقدر داره زندگی میکنه. و مقایسه کنید با دست من. بکنید، مقایسه کنید خودتون. ببینید این از درخت، این از دست من. پس هیچ وقت به درختان و به طبیعت آسیب نزنید. آقا داریم نزدیک میشیم به قبرستون. هلی الان تو چه حسی داری؟ احساس خاصی ندارم. تو چه حسی داری آرمان؟ جن خیره ما رو بگیره. آرمان کشتیگیره. جنه اگه اومد یه فن بگو تو کشتی. دو گرد به جلو. آرمان دو گرد به جلوش میکنه. بزکش. بزکش رسول خادم این فن خیلی خوب میزنه. یه فنیه تو کشتی. گاوکش نداره؟ گاونداز تمام شد. دو تا گاونداز بهش میزنید تمام شد. اینجایی که ما می‌خوایم بریم اشرف تا صاحب اونجا موندیم دقیقاً بغل یه قبرستونه چون قبرستونا رو شبا می‌بندن توی آلمان. واقعاً به این اعتقاد دارم که با دوربین حرارتی از جن و ارواح نمیشه ویدیو گرفت. امروز تو این ویدیو می‌خوام سعی کنم این تئوری که من دارم رو اثباتش کنم که واقعاً چه این چیز امکان پذیر نیست. پشت این نرده که اینجا می‌بینید قبرستون شروع میشه. الان دوربین دیدارشمون روشنه. اینم از هلیو در کنار قبرستون. سال اینجوری دارم میبینم. وای بچه ها این سنگ قبر چقدر حرارت داره. سنگ قبر گنده است. اینم داخل خود قبرستونه. وای به این چیزایی که اونجا حرارت دارن همه قبرن. میبینی صلیبشون حرارت داره. دوباره یه فضا از داخل خود قبرستون. آره ببین تمام این قبرهایی که میبینید دارن برق میزنن. دلیلش من نمیدونم. این یه سکانس با دوربین. خب این راست از این سنگ قبر همه این راستن. اینم یه سکانس با دوربین دیدارشم. الان دقیقاً ما بالای سنگ قبریم. این سنگ قبرا همه خیلی گرمن. فقط سنگاست که تو این قبرستون خیلی گرمن و درختا. بچه‌ها من دارم قشنگ چپ و راست نگاه میکنم. فکر کنم اون سنگ قبر باشه. وای بچه‌ها یه روح دیدم. بوی اینجاست. این همه راه اومدیم یه روح هم ندیدیم. واقعاً زایه شد. بچا این جلو یه دونه از این چیزاست ولی این مال برق. بیاد بیاد من بهتون نشون میدم. یه صدایی اومد فکر کنم صدای روبایی چیز اون پایین. چقدر جالبه نگاه کنید من با چشمام جلو رو اصلا نمیبینم بعد با این دوربینه دارم میبینم. مثلا اینجا یه دونه درخته. قبر خانوادگیه. بهتون گفتم از این چیزای برقه. کابل برق معمولا گرمه دیگه واسه همین اینجوری نشون میده. خیلی از کانال‌ها هستن که مثلا یه ویدیو میذاره چه می‌دونم یه سایه رد میشه این اون. امکانش هست که فیک باشه. ما الان دوربین حرارتی داشتیم. اومدیم از قبرستون فیلم گرفتیم فقط سنگ قبرا اینجوری بود. هیچ چیز دیگه‌ای ندیدیم که مشکوک باشه. حتی ما یه شب تا صبح اینجا هم کمپ کردیم و مورد مشکوکی ندیدیم. پس هیچ وقت خیلی زود به بعضی از ویدیوها اعتماد نکنید. و ویدیوی بعدی رو شاید رفتیم توی جنگل گرفتیم ببینیم که با دوربین حرارتی توی جنگل چند تا جک و جونور میتونیم پیدا کنیم. بگم جک و جونور پیدا کردنش خیلی آسان‌تر از رو باشه. تنها چیزی که اینجا ترسناکه اینه که هر چند ثانیه یه بار یه دونه بلوط از این درخت میفته پایین. صداش میاد آدم میترسه. بلوط دیگه چی میگن؟ همین الان ما اینجا یه دونه حلزون دیدیم. لوکش میگه جانم غرورت برم. حالا یه دوربین حرارتی چک کنیم بدنشو. اصلا گرم نیست بدنش. اصلا دوربین هم معلومش نمی‌کنه نمی‌دونم چرا. یه ذره مشکی هم از نزدیکش میشه. بدنش حتی چند درجه از زمین هم سردتره. الان موجود زنده است چرا گرم نیست بدنش؟ برای اینکه حلزون حرکت نداره. چیزی که حرکت داشته باشه خب حرارت بدنش میره بالا. بابا نمیفهمی نظر نده. این پتو نداره. بگیم. من اگه مردم مثلا از من پرسیدن چه حیوانی دوست داری بشی میگم حلزون. همش یه جا میشینم اشغال میکنه. بعد تو میری تو چین میخورنت. نه دیگه اون بده فکر کنم مرده. بذار من دست بزنم. بابا زنده است. نه مرده است. زنده است. جمع شده. نه زنده است. هیچ وقت حیوانات رو انگشت نکنید ولی دوستاتون رو میتونید انگشت کنید. اون اوکی اون شوخیه دیگه.